سناریوهای احتمالی روزهای آینده در پی مرگ ابراهیم رئیسی سناریوهای وحشتناک برای آینده ایران سناریوی اول اگر نظام و مشخصا اراده آیت این باشد که جمهوری اسلامی به سمت رادیکالتر شدن برود با وجود مجلس خبرگان هماهنگ آتی راه را برای رهبر بعدی مد نظرش که هموار است اما کمی هموارتر کند طبیعی اشاره به ریاست جمهوری سعید جلیلی و طیف اندکی ملایمتر مانند محمد مخبر و گزینه های این گونه و در این سر را شاهد خواهیم بود سناریوی دوم اگر آیت الله بخواهد فضا را مدیریت شده اما با سرباز گوش به فرمان خود اداره کند به نحوی که او را نیز برای اهداف دیگر خود حفظ کند به خصوص در جایگاه متزلزل ریاست قالیباف بر مجلس آتی باید از محمد باقر قالیباف با استفاده از نمایندگی مجلس استفاده کند سناریوی سوم اگر آیت الله بخواهد به پشتوانه اشارات ناکام قبلی و با درک شرایط و اوضاع احوال واقعی جهانی تصمیم جدی برای اتفاقی نو بگیرد باید سراغ علی لاریجانی برود که کم و بیش نشانه از آن در فعال شدن علی لاریجانی در فضای مجازی و توجه آیت الله به او در اعطای مسئولیت ها و در آب نمک خواباندن وی معید این موضوعات است. البته آیت الله حتما برای اینکه زمام امور وکلان فعلی از دستش خارج نشود مذاکرات جدی با او خواهد داشت سناریوی چهارم ممکن است آیت الله با در نظر گرفتن مسلحت های بالاتری به یک گزینه خاص دیگر و غیرقابل انتظار البته در ظاهر فکر کرده باشد با توجه به عدم شرکت معنیدار محسنی ژئی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و با توجه به وضعیت و تجربه مدیریت اجرایی گذشته رئیسی بسیار بعید به نظر می رسد از قوه قضایی به ریاست قوه مجری چشم دوخته باشد و تجربه قضایی فعلی و گذشته رو در میدان دولت با انتظارات فراوان مردم و چالش های بزرگ داخلی و خارجی به هر راج بلکه قمار بگذارد. مگر، مگر و مگر شرایط خاص به گونه دیگری پیش برود. اندکی باید صبور بود و اوزا را پس از فراغت از شرایط فعلی خوب و به دقت و به دور از هیجانات رسد کرد به هر حال با توجه به مرگ ابراهیم رئیسی و این گونه رئیس جمهور بعدی هر کس که باشد ضمن اینکه باید شکاف های بزرگ مدیریتی و سیاست های دولت انقلابی را پر و شاید کمی و فقط کمی جبران کند دیگر از لحاظ اخلاقی نخواهد توانست مرتبا تکرار کند که دولت قبلی فلان و فلان بنابراین کار رئیس دولت بعد با همه وقایع پیش رو بسیار سخت است و باید رو به آینده گام های بزرگ اما با تدبیر بردارد. دوره مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری پیش رو احتمالا دوری بسیار بسیار حساس برای انقلاب جمهوری اسلامی و مردم ایران است. ابراهیم رئیسی پس از ابوالحسن بنی صدر، محمد علی رجایی و علی خامنه ای چهارمین رئیس دولت جمهوری اسلامی بود که دوران ریاستش را به پایان نرساند. در این میان بنی صدر در پی استیزاح و برکناری نتوانست دوران مسئولیتش را تمام کند و خامنه ای بعد از مرگ خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. اما سرنوشت رجایی و رئیسی تا حدودی مشابه بود و هر دو از بین رفتند. یکی در اتفاقی در دفتر نخست وزیری و دیگری در حادثه سقوط هلیکوپتر در ارتفاعات آذربایجان شرقی با این حال در هر چهار مورد جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام وادار شد علی خامنه ای پس از سعید خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در پیامی محمد مخبر معاون اول رئیس دولت سیزدهم رو به مدیریت امور دولت معمول کرد و با او دستور داد با همکاری رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه ظرف مدت پنجاه روز زمینی انتخاب رئیس جمهور بعدی را فراهم کند. بر مبنای گزارش و رسانه های ایران، دوشنبه جلسه با حضور محمد مخبر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، اولا حسین موسنی رئیس قوه قضاییه و نمایندگانی از وزارت کشور و شورای نگهبان برای تصمیم گیری درباره انتخابات ریاست جمهوری در دفتر دولت برگزار شد که خروج جلسه این بود که انتخابات ریاست جمهوری 1403 در هشت تیر برگزار شود و نامزدها از دهم ده تا چهاردهم خرداد برای ثبت نام فرصت دارند تبلیغات انتخاباتی هم از 23 خرداد تا صبح هفتم تیر ما مجاز است از همان ساعتهای نخست پس از اعلام خبر مرگ رئیسی گمان زنی ها در نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری بعدی شروع شد و به تدریج افزایش یافت به طولی که صبح شنبه گزینه های احتمالی ریاست جمهوری به یکی از موضوعها و تیترهای مهم رسانه ها تبدیل شد. برخی رسانه های داخلی از افرادی مانند قالیباف شمخانی محمد مخبر محمد جواد ظریف علی لاریجانی محمود احمدی نژاد حسن روحانی عبدالناصر همتی پرویز فتا محسن رضایی به عنوان نامزدهای احتمالی نام بردند و برخی دیگر با نمایندگان مجلس و تحلیلگران شانس این افراد را در تصاحب جایگاه رئیس جمهوری بررسی کردند محمد باقر قالیباف که تجربه دو حضور ناموفق در انتخابات را دارد دوران ریاستش بر مجلس یازدهم هم در حال پایان است و با توجه به رقابت های درون گروهی اصولگرایان این که بتواند در مجلس دوازدهم هم رئیس شود بعید به نظر می رسند. از غالبا اکنون به عنوان یکی از گذینه های مهم ریاست جمهوری نام برده می شود. اما این احتمال وجود دارد که با ورود او به عرصه رقابت بار دیگر افشاگری ها در بوری فساد مالی خانوادش در کانون توجه قرار بگیرد و به حزب او از صحنه منجر شود. شمخانی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر دفاع بود. این نظامی 58 ساله که بارها فساد مالی اعضای خانوادش افشا شده، دویده شورای عالی امنیت ملی و جانشینی فرماندی کل سپاه را در کارنامهاش دارد و احتمال می رود که او نیز بخواهد شانسش را در انتخابات امتحان کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در دوران ریاست جمهوری روحانی که پس از برجام هدف هشمه اصولگرایان در دریان قرار گرفت هم یکی از گزینه های احتمالی برای پست ریاست جمهوری است ظریف به خصوص ماه اخیر در سخنرانی هایش نقاب میان روی را کنار زد و تمام قد کنار جریان وابسته به حاکمیت و علی خامنه ای استاد و حتی سقوط هلیکوپتر رئیسی را هم با آمریکا نسبت داد و حالا بعید نیست که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری باشد حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی دیگر گزینه‌های های احتمالی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هند. هر سه نفر در انتخابات پیشین ریاست جمهوری و خبرگان رهبری در شورای نگهبان رد صلاحیت شدند با این حال به نظر میرسد شانس لاریجانی رئیس سابق مجلس برای عبور از فیلتر شورای نگهبان بیشتر از روحانی و احمدی نژاد باشد همتی پرویز فتا کسانی هستند که جزو کاندیدا هستند و محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مسلحت هم در میان گزینه ها دیده می شود. انتخاب جانشین ابراهیم رئیسی با توجه به اینکه انزجار عمومی از جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رسیده برای خامنه ای چالشی اساسی است رئیسی که با حذف رقبا و نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخاباتی بدون رقیب جدی به ریاست جمهوری رسید گماشته بیچون و چرا و مجری دستورات و خواسته های رهبر جمهوری اسلامی بود او در این حال با ادعای خدمتگذاری و به روش های مختلف از جمله سرکوب و حذف منتقدان خود و خامنه را از پاسخگویی در برابر مشکلات و ضعف ها معاف کرد با این حال رئیسی در دستر جدی برای بخش های از حاکمیت محسوب میشد زیرا دایه جانشینی خامنه ای را داشت حالا بعید نیست فردی جای او را بگیرد که هم گماشتهای سرسپرده باشد هم صدای رهبری در سر نپروراند